سلام تقدیم می کنم بازان اکنون بیننده برنامه نیمه از طریق شبکه مجازی فیسبوک شدن آرزو میکنم شما هم تا این لحظات از روز بخوبی و خوشی گذارنده باشین و لحظات خوبتر خوشتنی هم با نیمه داشته باشین ما باز هم تا دقایق دیگر و با شما از هستیم و نظریات تانه در رابطه و پوستی که به چرا گذاشته بودیم میخوانیم اینکه که شما چی نظر دادین واقعا نظر شما برای ما آهزه اهمیت هست و میتونه که افاق دید ما در رابطه با موضوع آگاه بسازه ما پوستی به اشتراک گذاشته بودیم در رابطه به اینکه چگونه میتونیم به موفقیت برسیم اینکه شما از کدام شیوه ها و از کدام راه ها به موفقیت رسیدین تجربه شما ما را کمک میکنه تا ما هم جز افراد موفق باشیم مثلا کسانی که امین اکم بیننده برنامه ما و روز دارن موفق شدن، اما راه و شیوه موفقیت نمیدنن قبل از اینکه سراغ پیام ها بریم و پیام ها را بخونیم جدا که سراغ گیتا بریم از گیتا هم بشنویم و پس از آن سراغ پیام های شما داد. بدم تشکر و ما هم سلام تقدیم میکنیم خدمت مخاطبین صفحه فیسبوک ما ان شاء که همیشه صحت سلامت باشن و لباس عافیت داشته باشین هر کجایی که هستین و ما منتظر دیدگاه های شما عزیزان هم می باشیم که دیدگاه هایتون با ما شریک بسازین در رابطه با پست که امروز به اشتراک گذاشتیم و میتونین صفحه ما را لایک کنین و با دوستانتون شیر بسازین اونا هم از موضوعاتی که ما در صفحه فیسبوک ما به اشتراک میگذاریم آگاهی پیدا بکنن و دیدگاه هایشون با ما شریک بسازن بیشتر از این پرحرفی نمی کنم وقت برای سمیتای عزیز میسپارم تا بتونم پیام های بیشتری از شما دوستان امروز به برنامه با خود داشته باشیم و پیام های شما را بخونیم سمیتای جان میره بونیم تشکر گیتا جان قبل از اینکه سراغ پیام ها بریم جا داره که از تمام مخاطبین مخاطبین صفحه فیسبوک قلبا سپاسگزار باشیم که همیشه با ما همراه هستن و نظریات نیک خود با ما شریک میسازن امروز هم تعداد زیادی از مخاطبین ما پیام هایی گذاشتن سراغ پیام هایشان و معذرت میخوام از کسایی که پیام هایشان نتونستیم ما در برنامه های مختلف بخوانیم اما کوشش می‌کنیم وقت زیادی رو به شما اختصاص بدیم تا پیام های همه شما خوانده شود نخستین پیام امروز از برادر ما مصطفی حکیمی انتخاب میکنیم و مصطفی جان ببینیم بی که در پیامشان چی نوشتن مصطفی جان نوشتن سلام و نیمه روز،, نیمه روز بخیر گفته از نظر من ذهن به هر کار چی کار باور کند دست میابد و این یک واقعیت است اگر میخواهید موفق شوید و از دسته انسانهای موفق باشید باید بتوانید آن را تجسم کنید و البته گفته که این را را بدانید که بین رویا پردازی و تجسم زمین تا آسمان فاصله است تجسم ابزاری است که به شما کمک میکند تا موفق شوید اما رویا پردازی محض و بدون هیچ تلاش شما را به موفقیت نمی دسند. ممکن است که تا حال درباره اینکه روزی به فرد ثروتمند تبدیل می شوید های زیادی کرده باشید اما باید بدانید که متاسفانه اصلا این کار به ثروتمند شدن شما در واقعیت کمکی نمی کند چرا چون رویا پردازی هیچ ارتباطی با واقعیت ندارد اما تجسم این طور نیست تجسم خلاق است و شما مسیر و جهت می‌دهد. شما را در راهی که دارید کمک می کند. بر برخلاف رویا پردازی که سعی دارد تا شما را از مسیری که در آن هستید حتی برای چند دقیقه هم که شده دور کند تشکر از برنامه شما تشکر از برادر ما مصطفی جان حکیمی باز هم سراغ پیام بعدی میریم که حنیف جان محمدی مخاطب برنامه ما پیام فرستادن حنیف جان نوشتن سلام و عرض احترام خدمت شما خوبان نیمه روز سلام های ما را هم برادر عزیز قبول کن از اینکه همیشه پیام میگذاری سپاسگزار خودت هستیم حنیف جان نوشتن در گفتگو با بسیاری ها به این این جمله ها مواجه شدیم که ناشی از افکار منفی چند بوده من موفق شده نمیتوان من یک بار امتحان کردم اما کامیاب نشدم امید به آینده ندارد بچه فلانی کامیاب شد من کامیاب شده نمیتوانم چطور این افکار منفی را از خود دور کنیم تا زمانی که بالای آب حرارت زیاد نیاد هرگز به جوش نمیاد و یا تا زمانی که هوا خیلی سرد نشود آب را مکمل یخ نمیزند یا آهن تا درجه حرارت بسیار بالا ذوب نمی شود که نمی توان را به اشکال مختلف در بیاریم ما هم تا بالای خود فشار نیاریم هرگز کامیاب شده نمیتوانیم توانیم باید آنقدر فشار بیاریم که قابل تغییر شویم شاید بگوین کوشش کردیم اما نشد ببینید آب حتی در 99 درجه حرارت جوش نمی آید شما هم به اندازه کوشش و تلاش کنید که قابل تغییر شوید ما زمانی میتوانیم کامیاب یا هم به جاهای بلند برسیم که تلاش و پشتکار داشته باشیم توکل و امید به خدا داشته باشیم هدف معین داشته باشیم همیشه مثبت فکر کنیم نه منفی ان اگر به این همه موارد را انجام دهیم کامیاب و موفق بوده فقط به خود و افکار خود باور داشته باشید حنیف محمدی از مزار زیبا تشکر می کنم از برنامه زیبایتان تشکر می کنم از دیدگاه زیبا شما همچنان حنیف جان که ما ما پیام فرستید فرستادید بیننده بعدی ما رامین جان ابراهیمی برادر ما از پیام گذاشتند برام اینجا هم نوشتن سلام و درود نیمه روزتان بخیر کسانی که میخوان به موفقیت پایدار برسند یا دست یابند علاوه بر واکنش های عملی مثبت نسبت به تغییرات باید از مطرح کردن و مطرح شدن ایده های جدید نیز استقبال کنند اگر شما هم از ایده ها و روش های جدید و در یک کلام متفاوت اندیشی استقبال میکنید کنید فردا موفقی هستید و, سر و صرف نظر از شرایطی که در آن قرار دارید می در زندگی خود پیشرفت کنید تشکر گفتن و تشکر از رامین جان ابراهیمی همچنان بیننده بعدی ما عبدالباقی جان هم پیام گذاشتن و عبدالباقی جان نوشتند درود بر شما تشکر سلام های هم شما پذیرش شوین گفتن کافی است که بنویسم نمیگذارم نمیتوانم و چاره بیش هم موجود نیست چرا و تا چی زمان باید خود را فریب بدهیم مشکلات زمان نامنی،, نامنی شرایط کار تحصیل سیاسی فقر هر کدام با ده ها عامل و اجزای دامنگیر این ملت مظلوم چطور به هدف و موفقیت دست یافت و به های رسید همه مشکلات چون سایه ابر ابری فضای خیالات فرد را پوشونده و تاریک ساخته شما سلامت و سرفراز باشین تشکر زنده باشین دیدگاه شما هم واقعا درست است مشکلات هست اما با آن هم باید ما کنیم با موفقیت برسیم عبدالعلی جان هم پیام فرستادن و نوشتن که سلام و حرمت عزیزان و و جسارتلی صحبت های نوشته کرده در رابطه به موضوع گفته اصر زیبایتان بخیر از دیدگاه من موفق شدن در زندگی انسان عوامل زیاد شده میتوان در پی تلاش های معقول و صادقانه انسان در قبال کار و امکارانش توکل به الله مطال و اطاعت از اوامر خداوند مهربان آمختن از ناکامی های زندگی تمرکز به حرکت های معقول ملت احترام به بزرگان عدم استفاده از انگیزه هایی که انسان را به حاشیه می کشد مستحکم نمودن صادقانه در قبال فامیل اتحاد و اتفاق عدم قدرت در دل انسان ها آموختن علم و کسب نمودن اطلاع درباره موفقیت ها داشتن هدف و دنبال نمودن هدف ها و دیگر موارد عبدالحلی رحیمی از استانبول تشکر زنده باشین برادر عزیز از اینکه با ما پیام گذاشتین خب گیتا جان به نظر تو خدا انسان چگونه میتونه که به موفقیت برسه و موفقیت از آن انسان شود خب به نظر ما اگر شخص قسمی که ما در ابتدای برنامه هم یک بحث داشتیم اگر, اگر کس بخواد و یک کار را انجام بده تا اگر تلاش بکنه پشت کار داشته باشه تا به با او خواسته خود میرسد این یک بهانه هست که ما همیشه میگیم نمیتونیم, نمیتونیم، نمیشه پس بیم نون از زندگی خود هست بسازیم و همه چیز به جنبه مثبتش فکر کنیم بگیم ما میتونیم و ما اگر بخوایم کار حتما یا 100 درصد انجام میشه تلاش جدی است برای رسیدن به موفقیت ها اگر ما تلاش پس بکنیم بعد بدون میم بیاریم میمه بیاریم ما به نظر ما میم بهترین گزینه هست که اگر ما بیاریم باز میتونیم به زندگی ما در زندگی ما در تمام های زندگی خود موفق بدرخشیم اما اگر نون داشته باشیم در زندگی باز ما دونمون سطح که هستیم اون سطح میمونیم و حتی یک قدم هم پیش نخواد رفتیم دفعی. پس از دیدگاه ما بیاین تلاش کنین و بعضی اوقات البته بعضی از مجبوریت ها یا بعضی از اتفاقات هست که بله. یا بعضی از مشکلات ها هست که نمیشه ما مکار انجام بدیم اما با وجود اون هم باید اگر سعی کنیم شاید امکانش باشه ما او کار انجام بدیم اما اگر کس توان کار را داره و باز هم یک بهانه میکنه به خاطر از اینکه نمیتونم یا یک ترس از دلش هست که من نمیتونم کار انجام بدم پس برازو پیشنهاد میکنم که نون از زندگیش هست کنه با امید که همین دونه باشه هم سراغ پیام های بعدی میریم و مخاطبین دیگر ما هم پیام های زیبای فرستادن ادیب جان اکبری همچنان پیام گذاشتن در صفحه فیسبوک ما و نوشتن سلام به شما گوینده های موفق آریانا به خصوص برنامه نیمه و یک سلام گرم به بیننده های عزیز تشکر سلام های ما را پذیرا شوین بیننده های ما هم سلام های شما را پذیرا شدن گفتم موضوع برنامه چگونه می توانیم در زندگی خود موفق باشیم من و خیلی های دیگر, دیگر خبر نداریم که کی کی ما امتحان زندگی خود را میدهیم امتحان ها یکی دو تا نیستند بلکه ازارتا تا هستند ما هر موقعی که امتحان زندگی میدهیم خودمان نمیفهمیم پس ما باید همیشه راه های درست را انتخاب کنیم باید بگویم که برای مفید بودن باید به چندین نکته توجه داشته باشیم یک گفتن دیگران را دوست بداریم و خود را متعلق به جامعه بدانیم و برای سربلندی کشور و سرزمینمان از هیچ تلاش فروگذار نکنیم هنگام برخورد با مشکلات ابتدا خوب فکر کنیم و سپس با دیگران مشورت کنیم و در آخر تمام تلاش ها را برای گرفتن بهترین نتیجه به با کار ببریم و همچنین نوشتن آینده نگر باشیم و از کودکی برای آینده برنامه ریزی کنیم هر کاری را با علاقه و عشق و با تمام وجود انجام دهیم حتی اگر پایین ترین مرتبه شغلی در جامعه باشد و با و با دید موفقیت های دیگران به جای سرکوب کردن ایشان به دنبال راز موفقیتشان بگردیم سعی در دریافت آن بکنیم و با آن فکر کنیم سپس با علایق و استعداد خودمان تطبیقش دهیم و در آخر با آن عمل کنیم تشکر از برنامه زیبا و مفید تا بخیر تشکر از ادیب جان هم که پیام بسیار خوبی را فرستاده بودن واقعا در لا برای نکاتی که نوشته بودن خیلی نکات ارزنده بود که اگر هر کدام از این ما در زندگی عملی کنیم بدون تردید میتونیم به موفقیت برسیم و موفقیت از آن ما سایل جان هم همکار همیشگی برنامه ماست اینا هم نظری گذاشتن می بینیم نظرشان از چی قرار است و اونا برای موفق شدن چی دیدگاهی دارن نمیشتن سلام و نیمه روز شما بخیر نیمه روز شما هم بخیر گفتن از نظر من روی پردازی ها فقط رویا پردازی میکنن ولی افراد موفق عمل می کنند. و این دقیقا قسمتی از ماجرا است که بسیاری نادیده می گیرد به جای اینکه دنبال وقت و زمان مناسب باشید از زمانی که حالا در اختیار تان است استفاده کنید و به فکر رخ مجزه معجزه نباشید تشکر از برنامه تن و تشکر از شما واقعا همان گفت، گونه گفتن وقتی که ما تصمیم می گیریم برای موفقیت باید وارد عمل شویم و عمل می تونه که ما را نزدیکتر کنه به اهداف ما و اهداف ما, رو به موفقیت تشکر میکنیم مسئله جان مشتبه حکیمی هم برادر کوچک ما که همیشه مخاطب نیمه روز است باز هم امروز زحمت کشیدن پیام با متن طویلی را به ما فرستادن ما هم میخوانم پیامشانه نوشتن سلام خواهرهای نازم امید خوب سر حال باشید تشکر برادر گرامی ما خوب, سر حال هستیم مرزو میکنم خودت هم خوب سر حال باشید گفته از نظر ما بزرگترین مسئله که در مورد موفقیت وجود دارد این است که اگر نتوانید آن را برای خود دقیقا مشخص کنید دیگران آن را برای شما مشخص میکنند برای بسیاری از افراد موفقیت به معنای خوشحالی است اما واقعا هر کس تعریفی از خوشحالی دارد و شما هم باید لیستی از مواردی که احساس میکنه شما را خوشحال در زندگی میکند تعریف کنید یک راه این است که از افرادی که توانستن به موفقیت برسند درس بگیریم مثلا کتاب هایی بخوانیم بخوانیم کتاب های از افراد را بخوانیم که با موفقیت توانستند تجارتشان را شروع کنند اگر میخواهید دکتر شوید کتاب بخوانید و ببینید که روش راه پیدا کردن به مدارس پزشکی چیست اگر میخواهید وزن کم کنید گروه های زیادی در این مورد وجود دارد و هیچ و غیره گفتن و هیچ رازی درباره موفقیت نیست تنها چیزی که برای موفقیت نیاز دارد این است که مصمم باشید تلاشتان را تا حدی امکان بکنید و از شکست هایتان درس بگیرید و در ضمن موارد دیگری که درباره موفقیت وجود دارد این است که موفقیت اصلا تصادفی نیست برخلاف نظر خیلی از افراد که موفقیت را وابسته به شانس می‌دانند، البته اصلا نمیتوان کتمان کرد که شانس هم تا اندازه یه در موفقیت دخیل است اما این بخواهند آن را کاملا وابسته به شانس بدانند تشکر از برنامه زیبای شما با احترام برادر کوچه شما مشتبه حکمی. تشکر مشتبه جان از که نوشته واقعا نکات خیلی خوب و ارزنده در موضوع نوشته بود برادر ما که ما هم خواندیم او یکی که توجه مرا خیلی جلب کرد که ما هر کار را که میخواییم در او موفق خواهیم باید پیرامون از او و در قبال از او خیلی ها معلومات کافی و لازم داشته باشیم مثلا ما باید مطالعه کنیم معلومات بگیریم و وقتی که ما با معلومات کامل لازم وارد یک عمل شویم و یک هدف داشته باشیم و هدف خود تعیین کنیم بدون تردید زودتر به موفقیت میرسیم تشکر مشتبه جان که با سن سال خورده که داری اینقدر دیدگاهی خوب و بلندی داری ندا جان تنها هم چنان پیام گذاشتن و نوشتن وقتی میتوان موفق بود و به افکار افکارهای بلند قدم گذاشت که از سفر شروع کنیم تشکر ندا جان از اینکه پیام گذاشتی بیننده بعدی ما سعید تمیم آشیمی هم پیامی گذاشتن نوشتن که سلام بر شما گردانندگان برنامه آریانا در نیمه روز گفته رهکارهای زیادی در این رابطه وجود دارد که میتوان توسط آنها یک زندگی موفق داشته باشیم اما برخی از رهکارها قرار زیلن یک رابطه های دوستی و صمیمی داشته باشید دو همه را به خاطر هر چیز و همه هر چیز و همه چیز ببخشید سه همه شخص خرسند و خوشحال باشید چهار با مردم مهربان باشید پنج مسئولیت پذیر باشید 6 همیشه مثبت باشید 7 صبر داشته باشید 8 باینده خیش فکر کنین نو هدف داشته باشه تشکر زنده باشین که شما هم پیام فرستادین و آخرین پیام از برادر ما عبدالفتاح نوری میخوانیم اگر چی پیام های خیلی زیاد در برنامه امروز دریافت کردیم داشتن سلام به شما خواهران گلم به نظرم انسان باید برای موفق بودن در زندگی باید تلاش کنیم انسان باید پشت کار داشته باشه انسان باید در زندگی خود یک هدف خاص داشته باشه تشکر از برنامه زیبایتان پیام های زیاد دریافت کردیم بیننده های محترم دیگر ما هم پیام فرستادن عزیز جان همچنان فرزاد جان پنشیر خانم زمستان اگزای خانم نورستانی اما متاسفانه ما در برنامه امروز نمیتونیم پیام های همه شما رو بخوریم چون وقت خیلی محدود است و فقط ده دقیقه از وقت برنامه نیمه روز باقی مانده جداره که ما امین لحظه از کسان کسی در صفحه مجازی فیسبوک در افغانستان سر و سر جهان مخاطب ما بودن سپاسگزار باشیم و باز هم پوزش بخوایم از کسانی که پیام هایشون نتونستیم در برنامه امروز بخوانیم ان فردا باز هم در برنامه با شما خاطر بودیم و شما هم در پیوند و پستی که به اشتراک میگذارید با ما در میان بگذارید ما روز جمعه پست روز شنبه خدا به اشتراک خواد گذاشتیم و در روزهای پنج شنبه ما پیام را نمیخوریم و پیام را میگذاریم بر روز شنبه در حال حاضر گیتا جان بله سمیتا جان تشکر از خودت که پیام های عزیزای ما را امروز خواندی و ما هم یک بار دیگه از شما ایزان تشکر میکنم و بازم مزرعت می از عزیزای ما پایمایشون خواندن شد ان شاء الله کوشش میکنیم که روز شنبه اگر خداوند خواسته بود باز در برنامه پایم های بیشتر را با خود داشته باشیم و پایم های بیشتر را بخوانیم خب بازم جهان سپاس از شما عزیزان لطف میکنید نظراتتون با ما شریک میسازین و از فیسبوک خدافظی میکنیم چون که وقت ما کم هست و شما میتونید بیننده ما باشین از طریق تلویزیون جهانی آریانا و عالم بخش کامودی نشر از با هم یک تماشا میکنیم پس از اون هم برمیگردیم در لحظات پایانی برنامه با ما باشید